درود بر شما عزیزان، درود بر تمام مقدسین خداوند. عزیزان، با توجه به ظلم‌های جمهوری اسلامی که بیش از 40 سال ادامه دارند و اعلام روزی 21 روزه از تاریخ 16 می از طرف کلیسای پرستندگان مسیح، کلیسای پیام راهایی هم از این حرکت روحانی استقبال می‌کند و اعلام می‌کنیم که ما هم از 16 می به مدت 21 روز در دعا و روزه برای کشورمان ایران خواهیم بود تا دیوار اریها فرو بریزد. برکت خداوند بر شما گرامیان. درود خدمت کشیش رسول حیدری عزیز. این فیلمو میگیرم برای شبکه خوب امید جاودان. کشیش رسول عزیز، همینجور که میبینید این صفحه خرید روغنه، روغن 3 روز قبل، روغن جامد 5 کیلویی 100,000 تومان، 85,000 تومان، 100,000 تومان، امروز تو بازار آزاد 23/2401 میگن 400,000 تومان و اینجا تعاونیه، مردم رو کشوندن تو صف. دقیقاً کشیش رسول عزیز، از ساعت 7 صبح این ملت تو صفن برای روغنی که تعاونی بهشون بده 110,000 تومان، نخوان برن بازار آزاد بخرن 400,000 تومان. این وضعیت مملکت جمهوری اسلامی ایران برادر رسول. امیدوارم این فیلم بتونه کمکی بکنه به بیداری مردم. به نام عیسی مسیح، آمین. وضعیت امروز 27 اردیبهشت کافرون. ماشینای نیرو انتظامی با آتش کشیدن بچهای غیور کافرون. نظر شما بر این هست که وضعیت اقتصادی ایران اصلاح پذیر هست؟ بله، به نظر من وضعیت اقتصادی ایران اصلا اصلاح ناپذیره. چون به قول اقتصاد دور اول آقای روحانی گفت ایران از معدود کشورهای جهان مثل کوبا که مشکل اقتصادیشون کاملا سیاسیه. این سیستم قابل اصلاح نیست، این سیستم قابل اصلاح نیست. و هر کسی مثل آقای روحانی، مثل آقای قالیباف، مثل آقای رئیسی میاد و میگه دولت سابق مقصره، همه هم میگن سوء مدیریت، ولی اینطور نیست. واقعیت اینجاست که الان در همین لحظاتی که ما هم صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی در سوریه، در شمال سوریه، در منطقه ادلب داره کاملا میجنگه، در مرز ایران عراق داره مراکز پژاک و گلوله باران میکنه، داره میجنگه، در شمال یمن تقریبا، نمیتونم بگم کاملا، داره میجنگه. خب این جنگ هزینه داره، جنگی که برای دفاع از خاک مباشر رو من درک میکنم. یعنی اگه بگن کسی به مرز ایران تزریق شده و میخواد تجزیه کنه، من درک میکنم، اما راستش جنگ در سوریه و یمن رو درک نمیکنه. تو این چند روز شاهد بر این بودیم که رانندگان اتوبوس رانی در تهران هم اعتصاباتشون رو شروع کردن. سپاسگزارم شم. بفرمایید، آیا این ادامه اون اعتراضات اقتصادی هست و یا قصه باز فرق میکنه، متفاوت هست که به هم رسیدن؟ ببینید، حدود 700 تا از اتوبوس‌های خط ویژه فقط در یک لحظه دست از کار کشیدن. این اتوبوس‌ها، اتوبوس‌های بی‌آرتی، اینها اتوبوس‌هایی هستن بزرگ، تقریبا میشه گفت دوتایی، که به هم وصل شدن و طلب‌هایی رو از دولت دارن که این معوقات ماه‌ها و الان داره سال‌ها روی هم جمع میشه. این هم تا این معوقات رو نگیرن کار نمی‌کنن. آمدن اعتصاب کردن و اعتصاب اولش اعتصابی از جنس کنش اقتصادی بود، اما خیلی زود کار سیاسی شد. 12 نفر از رؤسای این اعتصاب توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. وزارت اطلاعات نیروی انتظامی اونها رو تهدید کرده و
یک اعتصاب اقتصادی به یک کنش سیاسی تبدیل شد. متاسفانه اگر مردم ایران بگن چرا گشنه این، جواب گشنگی اونها رو با گلوله داغ یا با باتون میده. یک باره متوجه شدیم که رانندگان اتوبوسرانی تهران گل کاشتن و اینها هم نیز ملحق شدن به هموطنان عزیزمون. از شما میخوام بپرسم آیا این هماهنگی، این همزمانی در این مسیر جزء برنامه‌ای بود و یا اینکه این اتحاد داره در موقعیت‌های دیگه برای هموطنانمون ایجاد میشه که یک صدا بیستن در برابر این قدرت نظام اسلامی؟ به نظر میاد که با وضعیتی که خود رژیم ایجاد کرده و چه بسا آمادگیش هم داشته که مثلا سرکوب بکنه، یعنی ابزار نخنمای سرکوب و بعد اتهام زنی و پروپاگاندا بر علیه آزادی خواها و فعالین به خصوص سندیکالیست ها و کسانی که کار تشکیلاتی میکنند رو در دستور کار داشته. از دیروز این تبدیل شد به یک اعتصاب سراسری در منطقه های مختلف اتوبوسرانی تهران که اول بی آر تی ها وارد میدان شدند، بعدم که سامانه 4 و 5 و بقیه، و خب رژیم هم با شکل های مختلف و دروغ پراکنی و امثال آبردن زاکانی شهردار که مجبور شد بیاد در بین کارگرها بازم همون دروغا رو بگه و بگه ما فعلا 10% رو اضافه میکنیم، که این دامنه دارتر کرد، چون کارگرها حداقل خواهان افزایش 57% و ما به تفاوت‌های بیمه، پرداخت 4% حق بیمه یه کارهای سخت و زیان آور، بیمه‌های عقب افتاده که ندادند و بسیاری دیگر از مطالبات خودشون هستند. بله. سپاس. آیا در این قسمت مردم چگونه میتونن کنار رانندگانی که الان اعتصاب کردن بایستن؟ ببینید، خوشبختانه همین الان اخباری که آمده و طریق سندیکا و مبارزین داره منتشر میشه، خود سندیکای کارگران شکرگاه دوستان من، خوشبختانه مثلا رژیم آمد راننده های سپاه و اتوبوس های سپاه رو آورده که مردم رو جابجا بکنه. بله. خب اونا خیلی چیزا رو بلد نیستن، تصادف کردن، اتوبوس ها رو داغون کردن. دیشب توی صادقیه و بعد سامانه 4 سعی کردن که آموزش بدن به راننده های سپاهی و بسیج و اینا، عجب، که بیارن اینها رو به جای راننده ها رانندگی کنن. بله. که اونام نتونستن عملا، بعد تعدادی رو جمع کردن از مثلا آتش نشانی و اینها که پایه یک داشتن، اونها رو بیارن به اصطلاح به جای راننده‌های شکرباز رانندگی کنن، که اونام با دلاوری ایستادگی کردن راننده‌های آتش نشانی و اعلام کردن رسما ما به هیچ وجه حاضر نیستیم اعتصاب شکنی بکنیم، و حرفایی که عرض میخوام کارگران شرکت واحد و راننده های شرکت واحد میزنن همون خواستها و مطالبات است که ما هم داریم. بله. ما هم با این گرونی و تورم 200% یه دفعه در عرض یه ماه که شما حقوق ما رو میخواین اضافه کنین، تازه بکنین 10% تورم 200% پارسال، بخشی از رانندگان مترو و بخش حمل و نقل مترو هم با دلاوری آمدند و اعلام کردند که به اصطلاح ما هم هرگز نخواهیم به اصطلاح خیانت کنیم به راننده های شرکت واحد و کارگرا، و راننده هایی که از مترو خواستن بیان اونها هم نرفتن و اعلام کردن که چاره رنجبران وحدت و تشکیلات هست، و این رو در کانال تلگرامی اتحادیه راهبران مترو تهران هم گذاشتن. به هر حال با همه مقاومت ها در حدود 12 تا از راننده شرکت واحد از جمله وحید فریدونی رو اومدن و دستگیر کردن از اعضای سندیکا در به اصطلاح شرکت واحد. درود میفرستم به تمام مردم عزیز ایران. کلیسای پرستندگان مسیح تصمیم گرفته از امروز تا روز پنتیکاس در روزه و دعا باشه برای نجات سرزمین عزیزمون ایران و ایران ایرانی و برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی. این کلیپ رو میفرستم خدمت کشیش رسول عزیز.